تجمع بیزنس‌های ایرانی در ونکوور واقعا زیاد هست، یعنی شما هر جا که میرید مغازه‌های ایرانی رو می‌بینید. این حجم از هجوم بیزنسمن‌های ایرانی و مهاجرین ایرانی و تنوع رستوران‌ها، تنوع مواد غذایی، تنوع نونوایی‌ها واقعا بی‌نظیر هست. نزدیک به ایام ژانویه هست، مثلا 3 روز دیگه شب کریسمسه و همونطور که می‌بینید مغازه‌ها خب هنوز نبستن خیلی هاشون، ولی خب خیلی هم بستن. معمولا مغازه‌ها اینجا تا ساعت 6 کار میکنن. مغازه‌های ایرانی البته بیشتر باز هستن، یعنی الان مغازه پرشیا و مغازه ونک که اون طرف پشت سر من از اون دست خیابون شما می‌بینید، پرچم ایران هم تابلوش هست، مغازه بسیار بزرگیه که حالا من چراغ که صف میشه میرم اون طرف و می‌بینیم با هم دیگه. تا ساعت معمولا 9:30 شب اینا باز هستن. بله، پشت سر من سوپر ونکه که مغازه بسیار بزرگیه، همونطور که میبینید سوپر ونک هم میوه داره، هم مواد غذایی، مواد پروتئینی و نمای بیرونی سوپر ونک که شما این قیمت میوه رو که خیلی خیلی متنوع هست، از 50-60 سنت میوه دارن تا 2 دلار، قیمت ها مختلفه. اینجا همونطور که میبینید میوه رو بیرون میچینن و مردم میان اینجا، همه چی سوا کردنیه و مردم حق دارن جنس بد رو نخرن، جنسی که بد باشه میذارن سر جاش و خرید نمیکنن. شما میبینید که قیمت پیاز مثلا 59 سنت، 1.99 هم داریم بسته بندی، پیاز باز 69 سنتی هم داریم، میوه‌های دیگه هم همینطور 1.29، 1.29، 99 سنت، 1.49، قیمت‌های مختلف. سوپر ونک در واقع یکی از مغازه‌های قدیمی ونکوور هست، یکی از سوپرهای قدیمی هست. سوپر پرشیا هم همینطور، خیلی هم وسیعه، وسعت شاید یه زیولوش 1000 متر مربع حداقل باشه و مغازه‌های ایرانی در سطح لانزدل بسیار زیاد هستن. خیابون لانزدل مملو از ایرانی هایی هستش که اینجا آمدن در قالب مهاجر و تو زمین های شغلی مختلف اینجا دارن فعالیت میکنن، رستوران، مغازه، دالر استور و قنادی، نونوایی. 3-4 تا قنادی داریم اینجا ما. قنادی پارس هست، لاله هست، گلستان هست، این هم دالر استور هست. به طور کلی در نورث ونکوور بیزنس های ایرانی زیادی به چشم میخوره، از فروشگاه، سوپرمارکت و رستوران، من جمله سوپرمارکت نانسی، سوپرمارکت پرشیا، سوپرمارکت افرا، سوپرمارکت فنک و سوپرمارکت های ایرانی دیگری که حالا من حضور ذهن ندارم بخوام براتون همه رو بشمارم. از جمله نونوایی ها مثل نونوایی امیر، نونوایی سام و از قنادی ها بخوام براتون میگم قنادی کوروش هست، قنادی لاله، گلستان، قنادی پارس و از رستوران ها رستوران مدیترانه، رستوران زیتون، رستوران یاس، رستوران کازبا و رستوران خلیج فارس، رستوران رومی، رستوران مهمان، از این جمله رستوران های ایرانی هستن که در نورث ونکوور فعالیت میکنن و از این دست بیزنس های ایرانی اینجا زیاد داریم. امیدوارم که این فیلم برای شما مثبت واقع شده باشه. پاینده و پایدار و پویا باشید.
اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید، کلیک زنگوله رو فشار بدید تا اگر ویدیو جدیدی منتشر کردیم خیلی سریع مطلع بشید. اگر ویدیوی ما خوشتون اومده حتما لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.